شب نوید دوم از افسانه های هزار و یک شب ادامه حکایت ملک نعمان و فرزندانش و اما ای سلطان شهرباز با اقتدار و با درایت و عقل و میان سلاطین هفت اقلیم صاحب اعتبار و اشتهار دیشب قصه به آنجا رسید که عرض کردم ملک نعمان بعد از معرفی جیران به عنوان ملکه دربار دمشق و هفت شبان روز جشن و سرور با کاروانی مجلل و سلطنتی به اتفاق ملکه و شاهزادگان خردسال شیرین و فرزین از شهر دمشق به جانب قسطنطنیه حرکت کرد تا امپراتور روم بعد از شش سال دوری تنها دختر عزیز کرده خود را در مقام ملکه سرزمین شامات و حلب ببیند اگر خاطر همسر والاتبارم تبارم سلطان شهرباز حاکم جزایر هندوچین باشد در شبهای قبلی موقعی که از گفتگوهای هلنا و برزین در حضور سلطان الکس دوم پادشاه یونان صحبت می کردم اشاره کردم که شاهزاده هلنا به برزین گفت من ناگزیرم برای حل معما به شهر دمشق و دربار پدرتان بیایم حتی اشاره هم کرد لشکرکشی امپراتور به یونان به خاطر تصاحب سقط جواهر دوران اسکندر مقدونی فقط یک بهانه است و او دنبال جواهر دیگری است آن جواهر جیران دخترش می باشد که تصور می کند اسیر دربار یونان است البته هلنای تیزهوش و با تدبیر که یادآور شدم تا حدی هم شیرازه امور مملکت دستش بود وقتی جیران را با همراهانش از اسارت خلاص کرد و به قبرس فرستاد به خاطر آن که خود مستقیما موضوع و مورد را تعقیب می کرد فهمیده بود که در همان زمان بارنباس حاکم قبرس به وسیله سپاهیان ملک نعمان کشته شده و جیران را به عنوان کنیز به دربار دمشق بردند آنگاه که هلنا آهسته در گوش پدرش مطالبی را گفت همین مورد را گوش کرد که ای پدر امپراتور روم به این خاطر به سرزمین ما لشکر کشیده که خیال می کند دخترش جیران نزد ماست حالان که او کنیز ملک نعمان شده و اکنون در دربار دمشق است من برای این که به این قائل خاتمه دهم از شما اجازه می خواهم به هر ترتیب که صلاح دانستم البته با مشورت شما گره کار را باز کنم چون آلکس پادشاه یونان با پیشنهاد دختر دانایش موافقت کرد هلنا بعد از آن صحبت مختصر با برزین مجددا به نزد پدرش رفت و گفت پدرجان همانطور که استهزار دارید قرار شد برزین ابتدا به دربار قسطنطنیه برود و سه قطعه جواهر را تسلیم کند لذا من هم میخواهم همراه سردار برزین البته با اجازه شما به دربار امپراتور روم بروم و به او بگویم که بر سر دخترش جیران چه آمده و اکنون دخترش در حرم سرای همان ملک نعمانی می باشد که پسرش را به عنوان فرمانده قشون به جنگ ما فرستاده است. از طرفی با این که ملکه آفتها بلایا به درود حیات گفته اما از آنجا که ممکن است سپاهیان و عمرای تا حدی حرف شنویش بدون خبر از فوت ملکه طبق دستورات قبلی وی بخواهند در بین راه ایجاد مزاحمت برای سردار برزین فراهم کنند و وجود و حضور من رفع مشکلات احتمالی را خواهد کرد. لذا اجازه می خواهم من هم با گروهی از معموران و زبده سواران اولا و حتما تا بیرون مرز سرزمینمان و اردوگاه سپاهیان بروم و در ثانی اگر ضرورت پیدا کرد تا دربار امپراتور روم هم بروم و باز اگر گره کار در قسطنطنیه باز نشد به سرزمین شامات هم البته با حمایت و جانبداری کامل سردار برزین سفر کنم سلطان الکس در حالی که می گفت کاش من همان هجده سال پیش از مادرم خلعیت کرده بودم و مانع نفوذ این چنینی در دربار آتن می شدم سر و روی هلنا را غرق بوسه کرد و گفت دخترم حقیقت مطلب این است که تو حتی از من هم درایت و کاردانیت بیشتر است لذا به انجام هر کاری که تصمیم بگیری مختاری زمنن انتخاب تو را هم تحسین می کنم می بینی که موهای پدرت سفید شده و می دانی که در پاره ای از موارد حواسم خیلی جمع است هرچه گفتی درست تمام دلایلت را هم پذیرفتم اما دلیل اصلی این سفر را به من نگفتی و آن دلیل اصلی این است که دختر باهوش و دانا و زیبای من دیگر طاقت دور ماندن از سردار برزین ولی عهد دربار دمشق را ندارد برو به سلامت الهی که عاقبت هر دوی شما به خیر باشد اما همیشه یادت باشد که اگر برزین یک ولی احده است تو هم یک شاهزاده خانمی. من از تو میخواهم قدر و منزلت خود را به عنوان دختر پادشاه کشور یونان مهد تمدن مغرب زمین همیشه و همواره حفظ کنی زمنن اگر عاقبت کارتان به آنجایی که آرزوداری رسید باید مراسم خاستگاری رسمی و عقد و ازدواج در شهر آتن برگزار شود غیر از این حرفی ندارم برو به سلامت شاهزاده هلنا در حالی که اشک شوقی از چشمانش جاری بود جلوی سلطان آلکس دوم به خاک افتاد و پاهای پدرش را غرق بوسه کرد صبح فردای آن روز سردار برزین ولی عهد سرزمین شام به اتفاق شاهزاده هلنا تنها دختر عزیز کرده سلطان الکس دوم پادشاه کشور باستانی یونان با تشریفاتی خاص و گویی سفرای مخصوص درباری با پیشکش‌های گرانبها به جانب دربار دیگری روانند رو به جانب اردوگاه سپاه مشترک روم و شام نهادند و هنگامی که به نزدیکی اردوگاه رسیدند متوجه شدند که سریر وزیر با تدبیر با دلشور و نگرانی از غیبت چند روزه برزین با زبد سواران جانباز به عنوان تلایه لشکر آماده ی حمله به دروازه های شهر آتن است. آن یک ست هزار سپاهی نیز به سرپرستی سریر وزیر چنان آرایش شده بودند که اگر پایشان به آتن می رسید دیگر سری روی تنی باقی نمی ماند. زیرا سریر وزیر یقین کرده بود. یونانی ها برزین ولی را کشتند. باری. چون سریر وزیر با طلایه لشکر آن کاروان مجلل را از دور دید به طور موقت دستور توقف داد. وقتی کاروان قدری جلوتر آمد سریر وزیر فریاد کشید خبر خوش خبر خوش آن سوار با حیمنه و حیبت که پیشا پیش می آید فرمانده کل قشون روم و شام شاهزاده برزین است اما در کنارشان بانو نمیدانم کیست سریر وزیر دوان دوان از پیش و بقیه فرماندهان و عمرای جز به دنبال جلوی کاروان رسیدند سریر وزیر خواست رکاب اسب برزین را از خوشحالی ببوسد که برزین پایین پرید دست در آغوش سریر وزیر کرد و هر دو سر و روی یک دیگر را غرق بوسه کردند سریر گریه کنان گفت خدا را صد هزار مرتبه شکر فکری غلط یک شبانه روز بود که مثل خور مغز مرا میخورد این فکر غلط آن بود که یونانی ها شاهزاده برزین ما را کشتند برزین خنده و آهسته جواب داد ای سریر با تدبیر فکرت غلط نیست که نه تمام یونانی ها بلکه یک دختر یونانی برزین ولی را کشته عشق خود کرده است که اکنون دگر از خود خبرم نیست آری دگر از خود خبرم نیست آنگاه سر را از روی دوش سریر وزیر برداشت و با صدای بلند خطاب به همگان گفت همراه شریف و عزیز من شاهزاده خانم هلنا دختر دوست بزرگوارمان اعلی حضرت سلطان الکس دوم دو پادشاه سرزمین یونان می باشند. آنگاه روی خود را به طرف شاهزاده هلنا نمود و ادامه داد جناب سریر شایسته وزیر با تدبیر دربار دمشق را حضورتان معرفی می کنم و در آن موقع بود که سریر در مقابل هلنا که از اسب پیاده شده و در کنار برزین با قدری فاصله ایستاده بود می کرد آنگاه برزین از سریر وزیر درخواست کرد که عمرای لشکرهای شام و روم و فرماندهان رده دوم سپاه را احضار کرده و وسایل پذیرای مختصری را فراهم نماید بعد از مدتی بیشتر از 20 نفر از عمرای لشکرها و فرماندهان رده های پایین تر سپاه با احترام مقابل شاهزاده هلنا و برزین فرمانده کل و سریر وزیر ایستاده بودند که برزین طی خطابه ای گفت خوشبختم به اطلاع عمرای لشکر تحت فرمان امپراتور عظیم و شعن روم و جان بر کفان سپاه با کفایت پدر بزرگوارم ملک نعمان مقتدر برسانم که درایت و کاردانی شاهزاده هلنای مهربان و عنایت و بزرگواری اعلی حضرت الکس دوم پادشاه کشور باستانی یونان باعث شد که بدون آن که حتی یک قطر خون بر زمین ریخته شود و شمشیری از نیام در آمد و تیری از کمان رها شود صلح بین کشور باستانی یونان از یک طرف و اقلیم پهناور روم شرقی از طرف دیگر برقرار شود سپاهیان قدرتمند پدر با کفایتم نیز به خود میبالند که حضور و وجودشان باعث این صلح و دوستی و اتحاد گردید. ضمن شاهزاده مکرم هلنای محبوب نیز سقط جواهر مورد مطالبه امپراتور بزرگ را همراه خود آوردند تا به اتفاق به قسطنطنیه ببریم شایسته سپاه مجهز و یک ست هزار نفری ما به میمنت این صلح و آشتی از برابر ولیعهد سرزمین یونان شاهزاده خانم هلنا رژه روند بعد از رژه سپاه عظیم یکصد هزار نفری و ساندیدن شاهزاده هلنا و برزین ولیعهد و سریر وزیر جلسه با حضور سه نفر یاد شده تشکیل شد ابتدا برزین فرمانده تمام ماجرا را برای سریر وزیر تعریف کرد و سپس حدود دو ساعتی آن سه نفر بر سر یک موضوع به گفتگو پرداختند. موضوع چگونگی مراجعت به دربار قسطنطنیه بود. بعد از آن جلسه برزین اعلام کرد که سپاه صبح زود فردا به جانب قسطنطنیه مراجعت خواهد کرد. سفر بیست روزه هلنا و برزین در مراجعت سپاه یکصد هزار نفری به قسطنطنیه از شیرین ترین سفرهای دوران زندگی آن دو بود به خصوص شبهایی که رزماوران به بعض می نشستند و از عزم و اراده صحبت می کردند دیدنی ترین صحنه ها آن زمانی بود که هلنا و برزین به شمشیر بازی با یکدیگر می پرداختند و دلاوری ها و فرزی و چالاکی ایشان نه که با باخت هیچ یک بلکه با شور و هلهله اطرافیان و تماشاچیان زبده و دلاور و شمشیرباز سپاه پایان میافت. در یکی از شبها که سریر وزیر بسیار بر سر زوق بود و اود خود را در دست گرفته و مینواخت، برزین فرمانده همچنان که چشم در چشمان سبز و جادویی هلنای دلیر و دلاور و دلارام دوخته بود این ابیات را به آواز میخواند عشق زد شعله به جان من و پروانه و شم شده جمعی نگران من و پروانه و شم رفت بر باد فنا هستی من تا که فتاد به کف عشق انان من و پروانه و شم گرچه سوزم ز قمت شب همه شب تا دم صبح خوش جهانیست جهان من و پروانه و شم تا که بیگانه نیابد خبر از نکته عشق مه کردن دهان من و پروانه و شم و آنگاه بود که شهرزاد قصه گو هم این بیت را زیر لب زمزمه کرد و سپس لب فرو بست چون که چشمان تو را خواب رو بوده است شبها موه شود نیز دهان من و پروانه و شم پایان شب نود و دوبم.